به نام خدا، سلام به شما. ما شما درس امروزی ما شما درباره تنظیم کردن تریپل اتنتیکیشن می باشه. در درس گذشته ما درس‌های گذشته ما درباره اتنتیکیشن کم بیش خواندیم و اتنتیکیشن گفتیم مثل یک پلتفرم است که برای امنیت دیتا های ما استفاده میشه و ما میتونیم که اتنتیکیشن تریپل ایر یا به طور ایجاد کنیم که ما بتانیم از دو نوع دیتابیس استفاده کنیم. یکی از دیتابیس های محلی بود که در دیتابیس های محلی ما معلومات کاربرا را، نام و پاسورد چیزایش ما در خود راوتر ذخیره میکردیم و به این شکل چی میشد از دیتابیس محلی استفاده میشد. اما دیتابیسی که نوع دومیش است به نام سرور بیس است یا مطابق با سرور کار میکنه، ما یک نقطه مرکزی را ایجاد میکردیم و توسط مثل یک سرور و تمام معلومات کاربرا را در سرور ذخیره میکردیم و هر زمانی که کسی اکاونت جور میشد برایش یا چی میشد از یک نقطه مرکزی برشان این خدمات رایه میشد. و ما بعضی پروتکول ها را خواندیم، گفتیم که پروتکول هایی می باشند مانند تکاکس، رادیوس و اینا پروتکول هایی می باشند که برای اکسس کردن دیتا ها از چی استفاده می شود، میان راوتر و سرور مرکزی، که معلومات ما در بارش کم بیش در درس گذشته معلومات تیوریش خواندیم. اما ای که امروز پیش از اینکه ما در بخش تنظیم کردن تریپل اتنتیکیشن بریم، ما شما بعضی پارامترهایی که مربوط به تکاکس و رادیوس میشه ما شما اینجا بررسی میکنیم. گفته برای اینکه بتوانیم از این پروتکل ها برای تریپل ای استفاده کنیم، نیاز است ابتدا پارامترهای آنها را در سیسکو او اس دوایس چک کنیم، تنظیم کنیم. برای از اینکه ما بتوانیم که از این نقطه مرکزی استفاده بکنیم مانند سرور و چیزها، ما باید پیش از او پارامترهایش در راوتر، در دوایس های سیسکو، در سویچ، در جایی که ضرورت باشه بایدش چک کنیم. پیش از پیش باید آنها را تنظیم بکنیم، بعد از اون ما میتونیم که از او استفاده کنیم. فرضاً در اینجا دو مثال گفته که برای این کار باید سرورهای مربوط به آنها را تعریف کنیم که از دستور زیر استفاده میشه. باید سرورهایش تعریف بکنیم، پورت نمبرش چند است، از کدام پورت استفاده میشه، کدام پروتکل استفاده میشه، آی پی آدرسش چی است. اینا را ما شما چی میکنیم توسط از این کامنتی که اینجا ذکر شده میتونی چکنی تنظیم بکنی که رادیوس برای پروتکل رادیوس از رادیو سرور هست، آی پی آدرس شب میزنی، آی پی آدرس سرور و همچنان اتنتیکیشن پورت 1812 و کیش هم سیسکو چی میکنی تنظیم میکنی و یا کدام لغت دیگر. خب رادیوس ما گفتیم که یک پروتکل است که خیلی سیکیور نیست، اما از این هم استفاده میشه، اما زیاد سیکیور نیست بخاطر که فقط وقتی دیتا ها رد بدل میشه و توسط از این پروتکل ای فقط چی میکنن که پاسورد به شکل رمزی تبدیل میکنن و متباقی دیتا ها را به شکل سادش، به شکل اولیش که هست و اون شکل انتقال میتبا و خاطر خیلی سیکیور نیست. و اگر ما بخواهی که پروتکلی چیر استفاده بکنی سیکیورتر هم در اون صورت ما باید از تکاکس استفاده بکنیم که تکاکس چی هست؟ سیکیور است و دیتا ها را به شکل انکریپت شده یا به شکل کد شده رد بدل میکنه و همچنان مطابق به پروتکل تی سی پی کار میکنه که از سری هنشک است و هرگاه دیتا ها به شکل ریلایبل چی انتقال میکنه. اما در رادیوس از پروتکل UDP کار گرفته میشه و پروتکل UDP زیاد هم سیکیور نیست و هم ریلایبل نیست. خب اینجا دوکومنت هم طریقه‌ایش هست که ما میتونیم پارامترهایش پارامترهای چی را تریپل ای را روی راوتر و دوایس های نتورکینگ چی کنیم اینا را تنظیم بکنیم پیش از اینکه ما شما از سرور مرکزی کار بگیریم.
خب گفته در سوره اول یک 18 اینجا تشریحات کومنت است که کومنت که ما در اسلاید قبلی در اینجا دیدیم. در سوره اول 18 دوازده چی است؟ پورت های پیشفرض برای اتورایزیشن، اتونتکشن و 18 13 پورت پیشفرض برای اکاونتینگ در رادیوس سرور می باشد. و هر پروتکل ما در جزای بیسیک نتورک را شاید خوانده باشین که هر پروتکل مطابق به چی شناخته میشه؟ به پورت نمبر. و پورت نمبر مشخص میکنه که اگر دیوایس از کدام یا یک سرور یک دیوایس از کدام چی استفاده میکنه، از کدام پروتکل استفاده میکنه. پس اینجا اگر 812 استفاده شد، از 812 استفاده شد، از این فهمیده میشه که این از پروتکل چی کار گرفته شده، رادیوس کار گرفته شده و همچنان برای چی استفاده میشه، برای بخشی اتورایزیشن و اتنتیکیشن. و هرگاه 813 استفاده شده باشه، در صورت از پروتکل رادیو استفاده شده، اما از برای اکاونتینگ استفاده میشه. در دستور دوم 49 پورت پیشفرض برای هر سه نوعی از چی می باشد؟ تریپل ای در تکاک سرور می باشد. و پورت 49 تعریف شده برای چی است؟ برای پروتکل تکاکس است که برای هر سه نوعی از چی استفاده می شود. هر سه نوعی از تریپل ای که عبارت از اتنتیکیشن می باشد، اتورایزیشن می باشد و همچنان اکاونتینگ می باشد. در هر دو دستور سیسکو برای رمزنگاری بین سرورها و دستگاه هایی که تریپل ای روی آنها تنظیم می شوند به کار می رود. خب هر دو کامنت شما می توانید استفاده کنید برای فعال کردنی چی؟ برای فعال کردنی پروتکل های تکاکس و رادیوس روی چی؟ روی دیوایس های سیسکو. و شما می توانید که به شکل عملیش روی پکیج ریسر هم کار بکنید و اینا میشه که کار بکنه، مشکل نداره. و موضوع دیگه عبارت از تنظیم کردن تریپل اتنتیکیشن می باشه. گفته که تریپل اتنتیکیشن روشی است که امکان شناسایی هر کاربر را با استفاده از نام کاربری، کاربری و پاسورد آن و پروتکل امنیتی که برای آنها تعریف شده است برای دسترسی به شبکه فراهم میکنند. خب ما شما در درس های قبلی هم دیدیم، گفتیم اتنتیکیشن او بخشی از تریپل ای میشه که در اونجا برای کس چی داده میشه؟ احراز هویت میشه و شخص شناسایی میشه که آیا چی است، صاحب اصلی از یک اکاونت است یا نه، رایت پرسن است یا رونگ پرسن است، از اثر قضیه شناخته میشه. و همچنان توسط هر کاربر از خود نام داره و همچنان پاسورد داره، یا هر کاربر از خود چی داره، یوزرنیم پاسورد داره که از اثر قضیه میتونه داخل شده. و حالا ما چطور میتونیم که این تنظیم بکنیم روی دیوایس ها؟ اینجا طریقش به ما نشان داده. گفته فرمت کلی دستوری تریپل اتنتیکیشن به صورت زیر می باشد. در اول تایپ می کنین تریپل ای اتنتیکیشن، میتود تایپ شا می گیرین و بعدا دیفالت لیست تعیین می کنین، نام لیست و میتود ها را چی می کنین برشان تعریف می کنین. به شکل این فرمت عمومیش یا اصلیش می باشه که به شکل اجرا میشه. خب می توانیم برای تریپل اتنتیکیشن از نام برای لیست روشان استفاده کنیم و در انتهای آن لیست روش را با آن نام بر روی انترفیس ها و یا لاین های مربوط چی میکنیم ما؟ اعمال میکنیم یا تنظیم میکنیم. در صورتی که برای تعریف لیست روشی از نام دیفالت استفاده کنیم، این روش به صورت اتوماتیک برای تمام انترفیس هایی که لیست روش برای آنها تعریف شده است اعمال میشه. اگر ما از دیفالت استفاده کنیم، این به طور عموم روی کل انترفیس ها چی میشه؟ تنظیم میشه. خب برای لیست روش در تریپل اتنتیکیشن میتوان از حالت های زیر استفاده کنیم. چندین حالت داره؟ حالت گروپ است، لوکال است، لاین است، انیبل است و نان می باشه.
در گروهش در این روش گفته سرور تکاکس پلاس و یا رادیوس برای تریپل استفاده می شود و نام کاربر و پاسورد آن کاربر در این سرور ها تعریف می شود. این روش است که به شکل گروهی اجرا می شود. چی است؟ سرور کار گرفته می شود، داده‌ها و پاسورد ها و یوزرنیم تمام یوزرها در یک سرور چی می شود؟ ذخیره می شود. از این روش در تریپل اتورایزیشن برای تعریف دسترسی های هر کاربر در سرورهای نام برده شده نیز استفاده میشه. میتونه برای اتنتیکیشن و میتونه برای اتورایزیشن از این روش استفاده شده. و دیگه شکل لوکل است که در این روش از دیتابیس هایی که در خود دستگاه تعریف شده است استفاده میشه. خب این چیزایی هستن که ما شما روش‌ها هستن که قبلا هم در پاریز یکم بهش ما شما گفتگو کردیم. شکل گروه پیش به شکل است که تمام کاربرا را تمام معلومات کاربرا را به شکل گروهی در یک جای در نقطه مرکزی یا در دو جای چی میگن ذخیره میکنن تا چی شود تنظیماتش آسان شود تغییراتی که درش ما بخوای بیاری آسان شود. اگر ما شبکه ما کلان باشه در صورت ما از روش گروپ استفاده میکنیم یا سرور و اگر نتورک ما خود باشه در صورت ما میتونیم یه شکل چی استفاده کنیم لوکل استفاده کنیم که در شکل لوکل تمامی دیتا ها چی میشه در خود چی ذخیره میشه در خود دیوایس ذخیره میشه در خود راوتر باشه یا سویچ باشه ذخیره میشه. و دیگه شکل لاین است که در این روش از پاسوردی که برای لاین تعریف شده است استفاده میکنیم و همچنان روش می باشد در لاین که پاسوردی که برای لاین تعریف شده استفاده میکنیم و خیلی هم چی نیست پیچیده نیست مثل اینیبل و لاین و برزن اینا در اینیبل مانند لاین است پاسوردی که برای پاسورد اینیبل تعریف شده استفاده میکنیم و همچنان نن است که در نن روش نن در این روش از تریپل اتنتیکیشن را غیر فعال میکنه و کدام روش دیگه استفاده نمیشه. به این شکل ما شما امروز درباره پارامترهای و پروتکل رادیوس و تکاکس ما معلومات حاصل کردیم و همچنان ترقی فعال کردنش که چطور فعال میشه ایره ما شما مورد بحث قرار دادیم و همچنان درباره این که هر بخش از این کومنت هایی که اینجا ذکر شده چه معنا میده فرزند پورت ها را چطور مشخص میکنیم ما پورت ها چه معنا میده در باره از این ما شما کم معلومات حاصل کردیم و همچنان طریقه عمومی چرا ما شما خواندیم تریپل اتنتیکیشن که چطور میتونی تریپل ای را روی دیوایس ها چه کنی تنظیم بکنی و شکل فارمت عمومیش اینجا مده و همچنان روش هایی که چندین نو است که ما شما اینجا مرور کردیم که میتونیم یک از نارا برای چی اتنتیکیشن در شبکه خود ما شما استفاده بکنیم. خب کلاس امروزی ما شما اینجا ختم است. شکر از ویدیو شما موفق باشید.